Нависандаи машҳур Расул Ғамзатов менависад ки фикру ҳиссу илҳом монанди меҳмони нохондаанд ки ногаҳон дар мекубанд ва барои чунин як меҳмони азиз вақту соату макон муайян нест. Маҳз дар ҳамин номуайянӣ гоҳо бузургтарин ихтироот сохта мешаваду бузургтарин шеъру тарона эҷод мешавад. Муҳим он аст ки чунин меҳмонҳо насиби кӣ мешаванд. این نوبت از پیروهای زندگی هنرمند قصه میکنیم که پیوسته به ایجاد مشغول بوده و در رشد صنعت تاجیک سهم گرفته است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان عمر زیایف در ناحیه وحدت به دنیا آمده است. من در ناحیه اورژیتزوبود حضره وحدت تولد شدگی 28 فوریه سال 1951 من پسری کالونی اوهلا و غیر از من با دو دروم است عادل جان، علیم جان، خواهرم رانا جان. والدان عمر زیایف اهل علم و معارف بودند. پدرش در مکتب میانه از فن ادبیات درس می گفت و یک مدت دایرکتور مکتب هم بود. مادر مهربانش یکی از آموزگاران سابقه‌دار به حساب می رفت که خدمت‌هایش از جانب حکومت قدر گردیده بودند. صنف یکم ما در مکتب کروبسکی خواندیم، بعد از صنف پنجم به مکتب نو ساختن به نزدیکی همونجا با یک کورپوسی نو مکتب به نام تریشکووی نمری رقم 3 همونجا به من صنف دهم سال 68 تموم کردم و اوانی جوانی ما بسیار خوب بود. پدرم بسیار دقت می‌دادند برای خواندن ما، بسیار سخت گیر بودند از لیکن یگان چیز دریغ نمی‌دانستند که بیبلیوتکای کلان داشتیم، سیمیرنای لیتراتورا می‌گفتند، اما انسیکلوپدیای بچگی و قریب 2000 دونه کتاب بود بیبلیوتکای ما. صنفی پنجم بودیم که پدرم پیانینو خریدن بلاروس. همسایه‌ها شوخی میکردن که این معلم این پیانینو چانسون میستد. بعد پدرم گفتن که این پیانینو 600 سون میستد. بعد یک همسایه‌ام بود و یه آموزگار بود گفت که معلم همین یا سه گو میخریدی نمیشه چه میکنیم پیان. بعد پدرم بودو خیلی گفتن همین خیلی بچه ها زغ دارن موسیقی با وای کنن جوانی بسیار تابستان ها لگر پیانیری میرفتیم بسیار وقتی خوش بود. عمر زیایف میگوید که در خوردی بیشتر شنیدن سرود سرایندگان تاجیک و روس را دوست می داشت و گاه گاه سرودهای آنها را بازخوانی می نمود. بیشتر ترانه های استاد ظفر ناظم برایش پسند بودند و با این سرودها در شورابینه های مکتبی گاه گاه برآمد می کرد. من سرودخوانی با مایل داشتم. پدرم می خوندن. پدرم همون مکتبی Высшая школа МГБ был, Ленинградская. Во я вахти джамба кучондан Алматова. Алло там кадаги. А мы вахту вальс дарс медудан. Сурутхони дарс медудан. Пластинкои Муслим Магомаев амемондам. Пластинкои Рашид Бей вот фу. Бат. Botir Zokirov o. Hemen hem onda Akkafuz o meni Honda almaya giriştim. Badi Hatmi Maktabi Miona Umar Ziyoyev Hujat Hoyaş o Bayin İstitutu Politekniki Şahri Duşanbe mesporat ve onca ba omuziş maşğul meşavad. On hangom dar nazi donişgahu donişkadaho ve hatta fakultaho dasteyi havaskoron faaliyat mekardand. از سالهای اولی دانشجویی عمر زیایف با دسته هواسکاران اینستیتوت
همراه می شود و با آنها تمرین می کند و در یکی از آزمون های جمهوروی شرکت کرده سزاوار جای نمونوی می شود. وقتی که من کرسی یکم داخل شدم، در خودی ارجزو بودم در نزدی خانه مدنیت انسامبل استرادی به نام عربی تا بود. همونجا من آوازخوان شدم. بعد در کنکورسی تارهای زرین همون وقت لوریات شدم. از اونجا من بعد شهر و رایون به غالب شدم. بعد دوشنبه باشد. انسامبل استرادی و فاکولتیت میخانیکی وای داشت. کنکورس نیوی باید فاکولتیت رو آزمون بود. آزمونی سرود و تئاتر مینیاتور بود و انسامبل و همین چیز رو باید فاکولتیت رو مسابقه بود. عمر زیایوف سال سیومی تحصیل در یکی از شورمینی ها با هنرمند معروف عارف شاه عارفوف آشنا می شود. عارف شاه عارفوف به هنر او بهای بلند داده او را به انسامبل آوازدار گلشن دعوت می نماید. من دیدنم تکلیف کردم. اون وقت تو همون کلوب میگفتن، همون حوالی خونه شون با کلوبی انسامبل گلشن بود. کلوب یک کلوبی گوریس پالکوم همونجا با انسامبل گلشن مشک میکرد. بعد همونجا آوردن اونو پرسلوشیتی و اینا گفتن گوش کنیتون باید یوری پلوتف، یوری لیادف. روبری موسیقی بودن، پلوتف کنسرت میستر. بعد همونجا با دو سروده تیار کردیم. همون. با همون روزش بگونی من در کنسرت برامد کردم. همین گونه آغاز میگردد فعالیت هنرمندی عمر زیایوف. او بعدتر وابسته به اختصاص خود به کار می دروید و در برابر این یکی از هنرمندان مرکزی انسامبل گلشن می شود. پیوسته در تمام چاره‌بین های سطح جمهوروی و بین المللی اشتراک می کند. شمیلی ارکستر شدم. اون وقت در اون وقت انسامبل گلشن مغفرت بود. تمارا پولاتوا، رحیم شلوهیر و خود عارف شاه. بعد وقتی که من اینستیتوت رو تموم کردم سال 74 مقدس اومد. خارج پولش رفتیم. تمام رایای ریسپوبلیکو های اکن باز خورجه میگیم ریسپوبلیکو های سابق شوروی همیش با سفر کردیم. وقتی خوب بود بسیار. بعد خدا رحمتی تاجدین اومد. داره. نو بعد از من بعد. بعد خوری میکردم فیلارمونیا بود. بعد سال 77 با حضور اومد. انسامبل گلشن آن هنگام یکی از گروه های بهترین به حساب می رفت و در این گروه تنها بهترین هنرمندان را انتخاب می کردند. پیوسته این انسامبل در سفرهای خارجی بود. شبنم گل نار بیا با بالینم، شبنم گل نار بیا با بالینم، آی
anora nor ya babarinam shabdam gole nor ya babarinam mo yak chan surut hoy yani ki grohi سرود هایی که دست جمعونا سرایده ایم در خزینه تلویزیون و رادیو هستند و مانند انار انار سبزک لبی جوی ها دیلا دیلا دیل بعد دختری حساری و به مانند همین یک چند سرود های دیگر ما سرایدگی هستیم دست جمعونا انا با شما نیز معلوم است و با مغفرت و دویت خواندگی هستند با تاتیانا باریلا خواندگی است دویت ها و من سفرهای هنری داشتیم در افغانستان ما 4 مرتبه یک جا سفر کردیم با مسکو تیز سفر میکردیم دعوت میکردن تلویزیونی مسکو تیز دعوت میکرد در استودیوی کنسرتی استان کینا کنسرت نمایش داده بودیم عمر زیف که سرودهای روسی بسیار میخوندن آن کس بسیارتر دعوت میشدن با سرودی سال شناسایی من بربخ پیش از اونی که من با گوریدی ارکستر استرادی گروشان شدم و وقتی که با حیثی آوازخون ارکستر استرادی گروشان با کار آمدم در این وقت ما از نزدیک شناس شدیم و قریب که هر روز یک جا بودیم و راستی اکوی عمر را از آینه نیلگون دیده آرزو میکردیم که ما هم در آینه نیلگون برویم آرزو میکردیم که هم صحبتش باشیم آرزو میکردیم که یک در همین ارکستر کار کنیم و از روزی که با اکوی عمر شناس شدیم برای من همچون یک همکار و رفیق و دوست اکوی عمر بسیار یک انسان خوب انسان باسوادترین و انسان خیلی حلیم و مهربان بودم پهلوی دیگری ایجادی عمر زیایوف در آن بود که با آهنگسازان معروف همکاری زیج داشت و پیوسته در ایجاد ترانه ها با آنها مصلحت میکرد. همین گونه بیش از 12 ساله او در ارکستر استرادی گلشان فعالیت نموده چند سال همچون راهبری این انسامبل آوازدار فعالیت کرده است. من بسیارتر سرودای بستکارو میخوندم. بستکارو میووردن بعد ما خود سوید داشتیم رید سوید داشتیم همونجا میگفتن همه این بستکار رو میگوندن و سیستم دیگر بود میگوندن بعد سروده نشان میدودن اومدن من میگوندن شرفیدین سیفیدین زیادلو شهیدی اکید امیر دوست محمد قدرت الله طالب شهیدی همونو میگوندن سروده و بعد محمود و دیرکتری ما باید بودم دیرکتری مکتب موسیقی دلبر محمود و کسام سرود می آوردن همین من تانگو بود چارو همون چارو من با محقوص بود باید گرفتگی بودم خوندیم باید راهبر بودن عمر زیایف و کرامت‌الله قربان نیز همچون یکه خان سلیست شامل گردیدن و دیگر هنرمندایی که بودن در اینجا در ارکستر گوشان استاد عمر زیایف نیز راه بلدی و همچون استاد سبق می آموختند. یک مکتبی خوبی آوازخانی استرادی عمر زیایف در آن است که همین کس یعنی هم آواز را هم در صحنه و هم یعنی کشش آواز مکتبی آوازخانی استراد را عمر زیایف همچون یک استادانه پیشکش می نماید. ندره در انتظار تا پشتی در دویدم پایم زکار افتاد آنگاه به سر دویدم
من ره در انتظارم تا مشتی در دویدم پایم زکار افتاد آنگاه بسر دریدم. نقش عمر زیایف در رشد صنعت استرادی و دستگیری جوانان هنرمند کلان است. در 10 ساله آخری اتحاد شوروی او یکی از هنرمندانی بود که پیوسته در بزرگترین صحنه های اتحاد دعوت می شد و در شورابین های سیاسی و فرهنگی اشتراک می نمود. او یکی از آنهایی بود که چندین سال در سرود سال اتحاد شوروی و دیگر برنامه های بزرگ تاجیکستان را معرفی کرده است. «Край любимый» так называется песня композитора Полада Бибюль-Оглы на стихи Онегина Гаджикасимова. Ее исполнит дебютант нашего фестиваля, солист таджикского радио и телевидения Умар Зияев. Край любимый, родной, воздух твой, как мед. Не об этом ли со мной соловей поет? Я иду к сиянии дня, радуясь весне, и цветы росой звеня кланяются мне. Я иду к сиянии дня, радуясь весне, и цветы росой звеня кланяются мне. Умохян, هنرپیشه خلقی تاجیکستان عمر زیایف شخصیتی هستند که در صنعت ملت خیلی هم خدمات های شایان و بزرگ کرده هستند. یگانه صدایی که همین صدای مرغولدار و در زمان خود سالهای 70 تا من حاضره، یعنی که سمی سرود های زمانهی میسارید، یعنی که آن سرود هایی که با مضمون بلند، صدای بلند، اوج های بلند میگیرید. خوب که در بین مردم محبوبیت خیلی هم زیاد داشت. ما با اکی عمر خیلی همکاری خوب داشتیم. یک معامله خیلی خوب دارن بر قطار هنرشون، هنری آوازخوانیشون، هنری درک کردن موسیقیشون، یعنی در زندگی از یار و رفیق، از همکسبان خود، یعنی که آگاه هستن و همین رابطه دوستی و همکاری تا امروز با رحیمه شاویر، با مغفرت امرو قلوبه که در امریکا هستن، با اسمت الله خالقی که یک مدت کار کردن، این راهبری گوشم بودن، دیرکتر دستای هنری با بهادر نعمتو که امروز یعنی اینا بسیار رابطه دوستیگری، رابطه زیچ دارن و از حال یک دیگر با خبر هستن. مخلصای زیادی داشتن، خصوصا از مبین روز زبان ها و سرودای کمپوزیتوران از زیادالله شهیدی از قدرتلو یحییایف، از آهنگای شرف‌الدین صاحب‌الدینف و دیگر کمپوزیتوران را می‌سراییدند و بسیار سفرهای هنری نیز یک جای بودیم در سفرها و بسیار بغیر از آوازخوانی خوب بودند با یک خصلت عجیب دارن که بسیار شوخ هستن. استاد ما آریشه عارف که بسیار شوخ بودن و بسیار مجلس آرا بودن، همین خصلت ها را اکی عمر از استاد آریشه عارف قبول کرده بودن و بسیار شوخی ها میکردن، میخنداندن بسیار در لحظه های استراحت، در لحظه های فراغت و بسیار لطیفه ها می گفتن. حاضر نیز همه خیلی حاضر جواب هستن، حاضر نیز در مجلس ها، در صحبت ها بسیار ظرافتگو می باشن و بسیار خوش چخچخ می باشن
و همیشه ما با یک دیگر بخورده میستیم. بهترین ترانه هایش از قبیل ای آفتاب، تاجکستان بختیار، پیمانه دل، زلف پریشان، دیدم تو را، باز آمدی، چرا، با تو، بهارم، دلبری من، ای ساقی، تو را من دوست می دارم، مرو، شبی مهتاب، جست و جویت می کنم، مده آزارم، بیا بمان، پیاله، عزیزم، فریزه، و ده های دیگر در خزینه طلایی کمیته تلویزیون و رادیو محفوظ می باشند. آقای عمر از جمله هنرمندان سالهای 75 این طرف می باشد که در اون سالها اوجی آوازخوانیشان و ایجادیاتشان رنگین بود. بسیارتر در اون سالها سرودهای مسلم مگمایف و پولاد بلبلو بود، سرودهای روسی را بسیار می خوندن. همین ارکستر استرادی گلشن خودش یک بوکت، یک دستگل باریم بود که در اونجا آقای عمر در همین دستگل نقش تمام همین سرودهای روسی رو، سرودهای پروفسیونالی رو اجرا میکردن و این سرودها رو بی نهایت از جهت پروفسیونالی بی نهایت خوب اجرا میکردن. صنعت همان در شعور انسانیت، یعنی که خلق را نرم میکنند. در چونه که در گفته های یونان قدیم آمده است، صنعت خلق انسان را نرم میکنند. صنعتکار هیچ وقت به خودش سخن قبیح، یعنی که گفتاری غیر نکویی را نمیپذیرد. ما صنعتکاران هم خیلی هستیم که همیشه با آثار نظم و منصور در علاقه هستیم و آهنگ های نسبت به همون موضوعی که انتخاب کردیم کوشش میکنیم که مطابقت کند. عمر ضیایف هم یکی از زمره این هاست که شعر رو، یعنی که به خود در کرده در همون چارچوبه طلبات شعر آهنگ میافرد و با کمپوزیتوران، با ملودیست ها، با آهنگسازان جوان همکاری خوب دارد. سالهای استقلالیت رهبری دسته هنری انسامبل سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را به عهده داشت. او توانست در یک مدت کوتاه انسامبل مذکور را با دعوت بهترین هنرمندان پره نماید و این گروه نیز با پیشنهاد ترانه های تازه به تازه محبوب دلها شود. فرزندانی صادقی تاجیکستان، غم خور دای میلیسا، سر خور دای میلیسا، غم خور دای میلیسا،
سر تا که مردم خواب روند آرام تا سحر بیدار میلی سر تا که مردم خواب روند آرام تا سحر بیدار میلی سر نقششون برای تربیه من جوانان نیز بسیار کلان است. مثلا یک چند سال رهبر ارکستر گلشن نیز بودند، کار کردند، خیلی خوب کار کردند. بعد از سالهای 1999 2000 سال در وزارت کارهای داخلی انسمبل استرادی نو تشکیل کردند با نام سپر که تا حاضر همین انسمبل وجود دارد، گرچندی که اون کس با نفقه رفتند لیکن شاگردهاشان همین کار را دوام داده استادند و انسمبل سپر وجود دارد در وزارت کارهای داخلی. این خدمت های همین عمر زیف است که همون انسمبل سپر را در وزارت کارهای داخلی تشکیل نمودند. سالهای زیاد در وزارت کارهای داخلی در انسمبل سپر رهبر انسمبل استرادی بودند. خیلی هم نشان دادهای نظررس بود و عموماً همچون صنعتکار، همچون هنرپیشه و رهبر بسیار جدی هستند در موضوع منم این ایجادیات که امروز یعنی بسیار ضرور است که ایجادیات مثلا در یک سطح باشد که معنویات مردم را ما باید قلمبر داریم. عمر زیایوف سالهای فعالیت همیشه کوشش نموده است تا هنرمندان جوان را دست بگیرد، با آنها کمک نماید تا آنها توانند در رشد صنعت کشور سهم بگیرند. خدمت های شایان او را به نظر گرفته، حکومت تاجیکستان سال 1989 او را با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2000 با عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان سزاوار دانسته است. آقای عمر بهترین سرودها را اجرا کرده است. چی از بستکاران تاجیک، چی از بستکاران اتحاد شوروی، به خصوص در سالهای 88 و 89 ترانه های حتی کلاسیکی را هم با موسیقی استرادی یکجا کرده ترانه زلفی پریشان خواندگی بود که از طرف مخلصان، از طرف بستکاران به نهایت بهای بلند گرفت. درباره سهم عمر زیایف برادر ما در رشد و نموی صنعت تاجیک همین گفتنی هستم که نقش به نهایت خوب و ارزنده ای دارند. در اون سالها یگانه ارکستر استرادی گلشن بود که تمام استراده ای تاجیکستان رو معرفی میکرد. عمر زیایوف در برابر هنرمندان در تربیت فرزندان خوب و دانشمند سهم گرفته است. امروز فرزندانش در بخش های گوناگون خواجگی خلق بحر رشد تاجیکستان عزیز سهم می‌گذارند. عمر زیایوف امروز در سن کمالات است. پیوسته با شاگردان و دوستان صحبت می‌نماید و به هنرمندان جوان مصلحت می‌دهد. شکرانه از پیراهه هنر و پیراهه تقدیر می‌نماید. مدامانی تمنا نرسیدی در دامن نویشتم زب همین خیلی که من غوزی هستم، کمی هم باشد و دولتم خدمت کردم. قرطان شدی برگی و دریا نرسیدی قرطان شدی برگی و دریا رسیدی یک شب به مرادی دل ما روز نکردی یک روز به فریادی دل ما نرسیدی یک روز به فریادی دل ما نرسیدی یک روز به فریادی دل ما نرسیدی